به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود فراوان به یکایک بیننده های بسیار نازنین تایم تیوی. من سیمین تهرانی هستم و دوباره سعادتی داریم که در خدمت استاد بزرگ دکتر پروفسور جهانگیر احدود که همه شما با چهره زیباییشون آشنا هستیم و چقدر ایشون رو دوست داریم و چقدر ایشون از اون موقعی که افتخار دادن به ما و توی تلویزیون اومدن بیننده های ما بیشتر شدن و بیننده های ما بسیار خوشحال هستن که ایشون انقدر زحمت میکشن برای شما دوستای عزیز. استادای دیگر رو میارن و از این دانشی که سالیان سال هم پول خرجش کردن، هم وقت گذاشتن و اینو تهیه کردن، خالصانه در خدمت شما میذارم بدون هیچ گونه چشم داشته. سلامی میکنیم خدمت استاد بزرگ. آقای دکتر خوش آمدید. سلام دارم. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. تشکر. مرسی از شما که تشریف آوردین در ایرواین. آقای دکتر شهرتون خیلی قشنگه. لطف دارین. خواهش می‌کنم. ولی ما پولمون نمیرسه بیام اینجا یه آفیس بزنیم. ان‌شاءالله شما و دوستای دیگه کمک کنین یه آفیسی اینجا باید بذاریم. ان‌شاءالله که هر چه زودتر بتونین یه استودیو توی اورنج کانتی بزنه. با کمک شما حتما این کار انجام میشه. ما در خدمت شما هستیم. دوستای عزیز باید بگم که دکتر احدود رو همه دوست دارن و دکتر احدود مثل این که ضمن این که پزشک هستن یاد گرفتن که فقط کمک کنن، یعنی هر جوری هر طرفی دوست دارن که خدمت بشه، هر طرفی دوست دارن کمک کنن و واقعا ما دیگه نمیدونیم چجوری ازشون تشکر کنیم. از اون خدای بزرگ میخوایم که ازشون تشکر کنه. خواهش میکنم. لطف دارید. حقیقتو میگیم آقای دکتر. لطف دارید. اتفاقا میدونیم بینند. یک پزشک باید کارش این باشه که کمک کنه. خب ولی همه نمیکنه. همه کار شما رو نمیکنه. البته خیلی ایرونی ها واقعا مهربون هم. ولی خب شما لطف دارین شما دیگه در خیلی محبت. خیلی ممنون. مرسی. خواهش شما در نکنم. حالا آقای دکتر ممنون هستیم از این میزگرد پزشکی که شما میذاریم برای بیننده های تایم تیوی و استادای بزرگی رو میارین. بسیار میدونیم دوستای عزیز، من میخوام واقعا نه جلوی دکتر احدود بگم، واقعا این کار بسیار بسیار سخته که دکتر احدود مسئولیتش رو قبول کردن و 5 تا متخصص دیگه ای رو و به اضافه خودشون 6 تا ماشاءالله متخصص، کسایی که واقعا سالیان سال درس خوندن، سالیان سال خرج کردن و به این درجه رسیدن، دکتر احدود لطف میکنن اینا رو برای شما میارن. شما دوستای عزیز باید بدونین اینها مغزاشون الماسه، طلاست، یعنی باید واقعا هر لغتی که از دهنشون در میاد شما اونو بقاپین و نگه دارین و ببینین که چی میگن، چون همین جوری حرف نمیزنن. اگر راجع به ویتامین صحبت میکنن، اگر راجع به بیماری ها صحبت میکنن، این چیزهاییه که سالیان سال برای زحمت کشیدن. خب آقای دکتر امروز راجع به چی صحبت میکنین شما؟ خواستم امروز در ادامه هر صحبت هایی که قبلا کردیم راجع به بیماری های خواب، عواملش و به چه صورت تشخیص داده میشه، چطوری درمان میشه، خواستم بیشتر راجع به عوارض بیماری های خواب که خیلی مهم هستن، همونطور که در میزه گرد پزشکی راجع به بیماری قند و عوارض بیماری های قند صحبت کردیم، امروز به طور خلاصه راجع به بیماری های خواب و عوارض بیماری های خواب در انسان صحبت بکنیم اگر اجازه بدید. بسیار عالی. اتفاقا یه چیزیه که همه مشکل دارن، همه مشکل خواب دارن. اتفاقا این هفته من یک مریض داشتم از یک آقای دکتر روانپزشک که یک مریضشون رو برای من فرستادن که مطالعه کنم، به دلیل اینکه به بیماری دیپرشن یا افسردگی شدیدی مبتلا هستن مریض ایشون و تمام داروهایی که استفاده میکنن متاسفانه کارساز نبوده. تا اینکه این آقای دکتر روانپزشک مثل اینکه یک کنفرانسی جدیدن رفته بودن و در اون کنفرانس راجع به ارتباط ایست تنفسی در خواب و بیماری افسردگی و خمودگی در روز صحبت یکی از مبحثاشون این بوده و این آقا متاسفانه ما وقتی که تست خوابشون کردیم در حدود 38 بار در ساعت ایست تنفسی داشتن. خیلی زیاده. خیلی دکتر و همونطور که قبلا راجع به اینا صحبت کردیم، وقتی که خواب شما 8 ساعت که خواب میرین اوریج، حد متوسط 8 ساعت یک انسان خواب میره،
این فقط وقت تلف کردن نیست. شما از لحاظ جسمی و روحی تمدد اعصاب و تمدد جسمی میگیرید وقتی که این خوابتون، البته باید خواب کاملی باشه که از پنج مرحله خواب بگذره و برسیم به خواب عمیقی که چشم میچرخه، بهش میگن رم. و وقتی که شما به رم برسین، رمتون شما باید 20 تا 25 درصد خوابتون رم باشه که هر یک ساعت و نیم این تکرار میشه. وقتی که شما به علت ایست تنفسی تا به رم میرین، بیدار میشه مغزتون و میاد به حالت چرت زدن میرسه یا خواب سبک، به اون تمدد اعصاب و فردا ندارین. حالا هرچی داروی افسردگی به شما بدن نمیتونه اینو درمان بکنه. اتفاقا بعضی از اینا بدتر هم میشن، برای اینکه یه بیماری، یه قرصایی میدن به مثل دایازپام و ولیوم که اینها ایست تنفسی رو بدتر میکنه، به دلیل اینکه دایازپام یا ولیوم یا خانواده اونها باعث میشه که عضلات بیشتر شل بشه. همونطور که حتما شنیدین، کسایی که این قرصا رو میخورن احساس کرختی میکنن. وقتی هم که در خواب قبل خواب میخورن، باعث میشه اگر ایست تنفسشون قرار بوده مثلا به علت تنگی راه‌های هوایی، به علت چاقی یا به علت آناتومیکلی که این مسئله رو دارن، وقتی که شما دایازپام یا والیوم یا این قرصای رو که مشابه اونو میخورین، این فلاسید یا شل شدن این عضلات به مراتب بدتر میشه. وقتی که به مراتب بدتر بشه، اگر شما مثلا 8 ثانیه 10 ثانیه قرار بوده ایست تنفسی داشتین، الان 15 ثانیه است. و اگر قرار بود که اکسیژنتون مثلا از نرمالتون 94 درصد 95 درصد برسه مثلا به 84 درصد، چون که این خیلی عمیق، خیلی شلتر تای گلو، این اکسیژن به شما میشه 75 درصد. این خیلی کریتیکال و خطرناک میشه. به اون صورت شما فردای اون روزی که شما ایست تنفسی داشتین، شما خسته ترین، حوصله کسی رو ندارین، نمیخواین با کسی برین بیرون، میخواین تو خونه همین جوری باشین، با کسی تماس نمیخواین بگیرین، که اینا همون علائم دیپرشن هم میتونه باشه. و متاسفانه همون سیکل معیوب شروع میشه، میرین پیش دکترتون، میگه خب هنوز دیپرسی، دارو زیاد میکنه. تا اینکه شما مسئله ایست تنفسیتون حل نشه، شما این مسئلهتون درمان نخواهد شد. و همونطور که گفتم، این متخصص سایکیاتریست، روان پزشکی که این ایشونو فرستادن و ما تشخیص رو دادیم، تونستن با درمان بیماری خوابشون داروهای دیگه افسردگی رو کم بکنن. البته خب ایشون یه بیمار مریضی که اومدن پیش ما، یه جزئی افسردگی داشتن، ولی به علت ایست تنفسی در خواب این بدتر شده بود. به این دلیل گفتم که شاید امروز بهتر باشه بیشتر راجع به عوارض بیماری ایست تنفسی در خواب صحبت بکنیم. و به این دلیل راجع به سایکیاتری اجازه ازتون میخوام یه سوالی رو مطرح کنم. این دوستای عزیزمون که نمیخوابن، اینا هی مرتب قرص خواب میخورن. بله. ولی من یادم میاد وقتی که ما به مریض دارو میدادیم، اینا استیت میگفتش که بیشتر از یک ماه قرص خواب نباید بدیم و باید بعد یک ماه قطع بشه. اگر ادامهش میدادیم دفیشنسی میگرفتیم، بهمون نمره بد میدادن. اگه ممکنه، میدونم که یه ذره شاید خارج داره میشه، ولی اگه ممکنه میکنم. چون این یه چیز سوال عمومیه که همه این مشکل رو دارن، و شما بفرمایید که آیا قرص خواب خوبه، و اگه خوبه تا چه حدی خوبه، و چرا میگن بیشتر از یک ماه نخورن، که این سوالی که دوستای ما کردن جواب گفته بشه. بی خوابی، عوامل مختلفی باعث بی خوابی میشه. بله. مهمترین بیخوابی به علت سایکوفیزیولوژیکال، یعنی به علت روانی جسمیه. بله. روانی جسمیه بیخوابی کسیه که استراب شدید داره، کسیه که معمولاً بعد از یک حالت شدیدی در خانوادهش اتفاق افتاده، یا بیشترینش مرگ همسر یا مرگ یکی از نزدیکانشونه، یا طلاق هستش، یا ورشکستگی هستش. اگر برین مطالعه بکنین، میبینین داره. که مثلا با مریض که صحبت میکنین که کی شروع شد، مریض کم کم میاد میگه
7 سال پیش بود، بعد از این شد، بعد اون خوب شد، ولی هنوز من نمیتونم بخوابم. و یا تجویز قرص خواب بر به طور موقت در این بیماری ها مجازه، ولی اینها باید همراه باشه با سایکاتریست، سایکولوژیکال اوالویشن، با سایکوتراپی، یعنی متخصص سایکا اعصاب روان باید با ما کار بکنن که اون عاملی که در اصل باعث شروع بیخوابی شده از بین بره. و به طور موقت این داروهایی مثل آمبیان، لونستا داروهایی هستن که استراکچر خواب رو از بین نمیبرن. میتونیم به طور موقت و حتی یه مقداری لانگ ترم استفادهش کنیم، ولی متاسفانه بعضی ها به دلیل اینکه همونطور گفتم استراب تا میرن توی خواب، یاد بدهکاری هاشون میفتن، یاد اینکه مشکلاتی که در روز داشتن چجوری فردا رو حل بکنن، چجوری فردا با رئیسشون صحبت کنن، فردا مسئله‌ای که برای پسرشون یا دخترشون پیش اومده به چه صورت حل خواهد شد، اینا باعث میشه که نتونن بخوابن. یه سری از بیخوابی هایی هست که مریض در ساعت 2-3 صبح از خواب پا میشه، اون یعنی اول میتونه بخوابه، بعد 2-3 صبح بیدار میشه و دیگه نمیتونه بخوابه. این بیخوابی ها بهش میگن insomnia of the maintenance sleep. maintenance sleep اینا بیماری های افسردگی خیلی عامل میتونه این باشه. خیلی از این بیماری ها بیماری های جهش پا دارن یا جهش دست، بهش میگن restless leg، که توی خواب پاهاشون رو موو میکنن، این انقدر شدیده که مغزشون رو بیدار میکنه، بعد اگر استراب داشته باشن دیگه نمیتونن برن بخوابن. بعد و این باعث میشه که خواب کوالیتی و کیفیتش خوب نباشه. بعضی از بیخوابی ها به علت بیماری های مثلا پروستات هستش که مریض هی باید بره تخلیه بکنه، بعضی ها به علت دردای کمری، دردای استخوانی، بعضی از بیخوابی ها به علت دارو هستش، مثلا داروهایی که باعث امفتامین، با داروهایی که دایورتیک ها و اینها میتونن باعث بیخوابی بشن که باید بعد از اولین اوالویشن یا اولین وقتی که مریض رو میبینین ببینین چه عاملی باعث این میشه. و بیماری قند هم همینطور دیگه آقای دکتر، شب بیماری قند همونطور که گفتیم بله، بعد شب ادراری زیاد دارن به دلیل اینکه قند، شما یه لیوان شکر ریختین توش، وقتی که یه قاشق میریزین غلظتش فرق داره با اینکه مثلا 30 تا قاشق بریزین، میبینین غلیظ میشه. وقتی که قند خونم بالا میره، این خون پلاسما غلیظه، آب بدن رو میکشه، بعد کلیه باید اینو دفع بکنه. به این دلیل شب شما شروع میکنین به ادرار کردن و این باعث بیخوابیتون میشه. و سوال کردین آیا این قرص های خواب خوب هست یا نه، در موقعش لازمه، ولی اگر مثلا مریضی که افسردگی داره باید افسردگیش رو درست بکنن، علتشون رو باید درمان کرد. به این دلیل هر کسی مستعد این نیست. و در ضمن سن خیلی مهمه، خیلی از این قرصا متاسفانه بعضی از اتفاقا مریضای سالمند ما، خیلی هاشون، من مریض داشتم این قرص خورده پاش صبح ساعت 3 صبح سوار ماشین شده رفته تو جاده 91، 3 اکسید بعد پیداش کردن، یعنی نمیدونستن، دوچار فراموشی میشن. یا بعضی ها با این قرصا میرن پایین غذا میشینن میخورن و متاسفانه این قرص ها، بعضی ها قرص های خواب، اگر قرص هایی باشن مثل دایازپام که بعضی موقع ها استفاده میشه، میتونن ایست تنفسی رو بدتر بکنن. پس شما دوستای عزیز هی قرصا رو مثل نقل و نبات نریم بالا. آقای دکتر گفتن که برای بیخوابی باید علتش رو پیدا کنین، ولی خب حالا اگر زیادم بیخواب شدین موقتا گفتین که اب نداره تا یه ذره آرامش پیدا کنه تا دلیل اصلی از بین بره. بله، چون که بعضی موقع واقعا نمیتونین دلیل اصلی رو بلافاصله از بین ببرین، مخصوصا بیماری هایی که استراب مزمن دارن.
اینا باید سایکوتراپی بشن، با صحبت بکنن با سایکولوژیست. این وقت میبره، تا اون زمانی که وقت ببره مریض لازم داره که بخوابه. بله. من یه موردی رو بگم خدمتتون. یک آقایی که مهندس کامپیوتر، خیلی آقای فیلیپینی مهندس کامپیوتر، اینتلیجنت، یعنی واقعا تحصیل کرده، از من توی بیمارستان خوابوندم برای اینکه ایشون خون استفراغ، خون سرفه میکردن، سرفه خونی داشتن به تشخیص سل. بله. بعد مریضی که میخوابه تشخیص سل از طرف بهداشت شهر باید اینا آیسوله بشن، باید یه جایی بست، کسی نمیتونه باشون تماس بگیره. بله. بعد فیلتری که توی این اتاقا میذارن به اسم هپا فیلتر، این خیلی صدا داره. این مرد جوون 27 ساله با این صداها 3 روز 4 روز متاسفانه تو این اتاق، ما فقط خب میرفتیم میدیدیم چطوری آقای سوانسو دعواشو میدادیم، بعد بله، ولی ایشون به من نمیگفت که نخوابیده، هر شب به علت صدا نمیخوابیده. یه ویکندی که من آنکال نبودم ایشون دچار جنون ادواری میشه به علت کمخوابی که 4-5 روز نخوابیده، و کسی که منو کاور میکرد در پلمونولوژیست دیگه به دلیل اینکه این هالوسینیشن داشت و جیغ و داد میکرد اینو فرستاده بودنش بیمارستان روانی. نه واقعا. بله بله. از بیخوابی بیمارستان روانی فرستادنشون، و تا اینکه اون اونجا میره از صدای هپا فیلتر جدا میشه میخوابه، سایکیاتریستش دوشنبه بوده به من زنگ میزنه میگه اینو چرا فرستادن اینجا. گفتم که به این دلیل بوده و این چیزا، فهمیدیم که بیخوابی باعث سایکیاتریک یا جنون شده بوده، و جنون و درمان شده به در فقط اینکه مریض بتونه بخوابه. بله. یعنی اینقدر خواب مهمه، که خواب خوب البته. بله. جناب دکتر، شما چون متخصص ریه هستین، آقای دکتر تخصصشون تو آی سی یو هم هست، معمولا کسایی که آی سی یو کار میکنن باید دیگه خیلی باهوش باشن. نرسایی هم که آی سی یو کار میکنن از همه بیشتر پول میگیرن. بله بله. کارشون خیلی هکتیک تره. نه خیلی باید باهوش باشن. آقای دکتر، خب کسایی که امفیزما دارن، آسم دارن، بیماری های ریوی دارن، یا شبها خوب نمیتونن نفس بکشن، خب بلتب اینا بیخواب میشن دیگه. یکی از چیزایی که ما به عنوان نرس و پرستار بهشون میگفتیم این که سرشون مثلا 2-3 تا متکا بذارن تخت نخوابن، بتونن راحتتر نفس بکشن. پیشنهاد شما برای کسایی که بیماری های ریوی دارن برای اینکه شب راحتتر بخوابن چیه؟ همونطور که خودتون اشاره فرمودین، مریضای ریوی دلیل اینکه باید چند تا بالش بذارن زیر سرشون چند تاه. یکی این که شما وقتی که به صورت صاف میخوابین نیروی جاذبه دیگه روتون اثری نداره. بله. و همونطور که میدونین ریه انسان به توسط دیافراگ یا اون عضله‌ایه که بین قفس سینه و شکم وجود داره. بله. این عضله قوی ترین عضله بدنه، به دلیل اینکه این عضله باید 16 بار در ساعت حرکاتی بکنه که ریه شما رو باز کنه ببنده، باز کنه ببنده. اگر شما ریه آمفیزیمی داشته باشین یا برونشیت مزمن داشته باشین، ریه‌تون به جای اینکه انقدر کاپاسیته داشته باشه باد میکنه، بعد دیافراگمتون که مثل گنبد باید انقدر باشه که بتونه بالا و پایین بره، نمیتونه این کار رو انجام بده به دلیل اینکه ریه‌تون آردی هوا رو نگه داشته. بلد. وقتی که میخوابین دیگه اون نیروی جاذبه که حداقل یه خورده بهتون قدرت بده که بتونین این حرکت رو انجام بدین از بین میره. بلد. یکی از راهاش اینه که آپرایت بخوابن. دلیل دومش هم همین ایست تنفسیه که نیروی جاذبه نه اثر منفی داره در اینجا. وقتی که شما فلت میخوابین انساج تای گلوی شما رو چه کار میکنه؟ میکشه به خودش. بله. و میکشه به هم بیشتر نزدیک میشه و شانس بسته شدن بیشتره. بله. و البته بعضی موقع ما مجبوریم برای این مریضا اکسیژن بدیم، برای اینکه وقتی که شما میخوابین
اگر هم ایست تنفسی نداشته باشین اکسیژنتون یه مقداری 5% میفته پایین، برای اینکه مقدار نفس کشیدن تایدال والیوم شما پایین میفته. یعنی شما اگر در روز 3 درجه نفس میکشین، وقتی میخوابین 2 درجه نفس میکشین. وقتی 2 درجه نفس میکشین یعنی اگر شما اکسیژنتون بوردر لاین باشه، چون یه نفس عمیق نمیکشین اون اکسیژنتون میفته. اکسیژنتون رو ما خیلی بهشون تجویز میکنیم. خیلی از مریضا رو نه تنها اکسیژن، داروهاشون رو میگیم شب بخورن، برای اینکه کورتون بدن در شب پایین ترین میفته و اول صبح شروع میکنه بالا رفتن و کورتون باعث باز شدن راه‌های هوایی میشه. وقتی که شما پایین هستین و بیماری ریوی دارین و خوابیدین فلت، ما تجویز کورتون اینهیلر کورتون میدیم که شب بتونه کمکتون کنه راه‌های هوایتون رو باز کنه، اکسیژن بهتر بشه. همون که آقای دکتر بهزاد نیا شکایت میکردن، شما قند مریض بره. خب متاسفانه همونطور که در اون جلسه با هم همه گفتن، خیلی از در آمریکا خوشبختانه هر پزشکی یه تخصصی داره و یک بیماری باید به توسط یک گروه پزشکان با هم درمان بشه. بله. میگن همیشه چند تا مغز بیشتر از یه مغز بله که اونم که دیگه مزید بره. خب دوستای عزیز، ما که از گفتگو با دکتر احدود خسته نمیشیم، میدونیم شما هم نمیشین، شما هم دوست دارین دکتر احدودو، ولی آقای دکتر احدود، پروفسور احدود محبت دارن. روزهای سه شنبه مدیکال دیرکتور میزگرد پزشکان هستن. خیلی این کار زحمت داره واقعا، اووردن 4 تا 5 تا دکتر متخصص دیگه و نشوندنشون روزهای شنبه و برای شما دوستای عزیزان صحبت کردن و از اون دانششون، از اون تحصیلاتشون شما استفاده بکنین. ما از آقای دکتر پروفسور احدود واقعا تشکر میکنیم، از طرف شما دوستای عزیزم ازشون تشکر میکنم، چون شما آقای دکتر واقعا دوستامون زنگ میزنن، واقعا خوشحالن، واقعا برنامه شما رو دوست دارن و این برای بار اول میتونیم با افتخار بگیم که شما اینو برای اولین بار تو جامعه ایرانی تونستین 4-5 تا 6 تا دکتر متخصص رو بشونین روی یک میز و همه با هم موافق باشن، همه با هم راجع به یه مسئله صحبت کنن و اطلاعات به دیگران بدن. این هیستوریه دیگه توی و این هیستوری رو ما مدیون شما هستیم. بدون شما امکان پذیر نبود و از شما و بقیه همکاران پزشکم که در این میزه گردا به ما کمک میکنن تشکر میکنم که این اطلاعاتو به همیهنان عزیزمون بده. خب دوستای عزیز، ما الان 3 سال طول کشیده تا دستمون به دکتر پروفسور احدود رسیده. حالا از یه ذره رومونو زیاد میکنیم، یه ذره ازشون خواهش میکنیم، چون ایشون ایرواین هستم، ولی ازشون استدعا میکنیم، خواهش میکنیم که ماه یک بار، حداقل هر 2 ماه یک بار افتخار بدن تشریف بیارن استودیو که شما دوستای عزیز بتونین رابطه مستقیم با ایشون برقرار کنین. میدونم دکتر خیلی دوست دارن که خودشون شخصا خودشون بگن، چون مثلا من یادم میاد که وقتی مریض رو میبردم پیش پزشک، چون هوم هلت نرس بودم، براشون ترجمه میکردم، خب فارسی انگلیسی رو براشون میگفتم، به دلشون نمیچسبید. مثلا میگفت بگو اینجام درد میکنه، میگفتم اینجاش درد میکنه، ولی میگفت نه تو قشنگ نگفتی اینجاش درد میکنه. حالا اینه که میدونم که چقدر دوست دارن که شما رو لمس کنن، دوست دارن که خودشون با شما کانتکت برقرار کنن. اینه که شما باید به ما قول بدین دیگه دکتر، ما یه ذره رو خیلی ممنون دوست دارین. مرسی واقعا و ما در خدمتتون هستیم در میزه گرد پزشکی و هم میهنان که بتونن تلفن کنن به طور زنده. انشالله. خب دوستای عزیز، از آقای دکتر تشکر میکنیم، از شما دوستای عزیز که اینقدر مهربون هستین. این همه تلویزیون هست ولی بازم تایم رو انتخاب کردین، تلویزیون تایم رو نگاه میکنین، سپورت میکنین، به ما زنگ میزنین. به خدا اگه تلفن های شما نباشه، اگه محبت های شما نباشه، من یک روز که میام ایرواین و برمیگردم میرم 2 روز باید بخوابم. نگفتم شما به خاطر لاب شما و لاب دکتر احدود. دکتر جان مرسی، ممنون، مرسی، تشکر.
خب دوستای عزیز، تا برنامه بعدیمون با دکتر پروفسور احدود شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.